خداش. سلام عرض می کنم خدمت دوستان دوره 26 برای معرفی رشته مهندسی مواد متالورژی در خدمتتون هستم. من قائمی فر هستم، فارغ التحصیل دوره 33 مفید منطقه 2. انشاءالله که بتونیم برای معرفی رشته این رشته در واقع بتونیم که خدمتتون کمک انجام بدیم. و قبلش من یه خسته نباشید میگم بهتون. یکی دو سال پرفشار تو این دوره کرونا گذروندیم، خسته نباشید میگم بهتون. انشالله که در ادامه هم بتونیم که یه تصمیم درست بگیریم، رشته متناسب با علاقه و هدفتون انجام بدیم و اینکه بتونیم مسیرهای بعدیتون رو محکمتر برداریم. به من گفتن که دارن پیش رو شما مشاهده کردین. حالا واسه اینکه یه خلاصه ای من بگم، شاید بعضی از دوستان نگاه نکرده باشن، من به صورت خلاصه رشته رو معرفی میکنم در حد 10 دقیقه 7-8 دقیقه. بعد در مورد شرایط کاری و این جور مسائلش با هم دیگه صحبت میکنم. رشته مهندسی مواد و متالورژی اولین بحثی که اصلا پیش میاد و یه سری دوستان همون ابتدا ممکنه که یه اشتباهی انجام بدن اینه که بعضی دوستان به جای متالورژی میگن متالورژی. اصلا اسم رشته ازش مهندسی مواد و متالورژی، چیزی که در واقع من اینجا هم نوشتم مواد و متالورژی هستش. حالا مهندسی مواد که خب مشخصه، مواد شامل تمامی مواد میشه. اسم قدیمی تر این رشته در واقع متالورژی بوده. اما چه فرق بین متالورژی و متالورژی هستش؟ متالورژی در واقع هر چیزی که پسمند اوژی میخوره آخرش، به معنای شناسایی اون علم یا هر چیزی هستش که اون پسمند رو به خودش میگیره. اما وقتی شما متالورژی رو، این ری که میاد اینجا، به معنای این هستش که بعد از اینکه اون مسئله رو شما شناختین، یعنی متال که خب در واقع فلزات هستش دیگه، وقتی فلزات رو شما خواصش رو شناختین، شناسایی کردین، بتونید حالا در واقع از اونا استفاده کنین. در واقع کلمه، یعنی لغت ترجمهش میشه فلزگری، یعنی بیاین از اونها استفاده کنین برای یه کاربرد خاصی، که خب این میشه توضیح خود اسم رشته. اما حالا برگردیم مقداری پایه‌ای‌تر بخوایم بررسی کنیم، این هستش که تعریف ماده چیه. اولی تعریفی که در واقع توی بحث مواد انجام میدن این هستش که شما هر چیزی که دارای جرم باشه رو بهش میگن ماده، یعنی کوچکترین چیزی که دارای جرم باشه رو بهش میگن ماده تا جرم های کهکشان. حالا یه جور دستبندی دیگه میکنن مواد رو به جامد، مایع، گاز، که حالا ما توی این رشته بیشتر به این قسمت جامدش میپردازیم. مایع و گاز بیشتر مربوط به رشته های در واقع شیمی و نفت میشه. دستبندی دیگه ای که داریم واسه مواد این هستش که ما مواد رو به فلزات، سرامیک، پلیمرها تقسیم بندی میکنیم، که در واقع فصل مشترک اینها، یعنی اگر ماده مشترک از فلز و سرامیک باشه، سرامیک و پلیمر باشه، پلیمر و فلز باشه، بهش میگیم کامپوزیت مواد، دیگه از اسمش هم معلومه. اما دستبندی که در واقع مواد رو انجام میدن، عموما دستبندی کلیش به این صورت هستش. حالا خود رشته مهندسی مواد رو اگر که بخوایم تعریف انجام بدیم براش، ما خود ماده رو تعریف کردیم. حالا این رشته میاد چیکار میکنه؟ میگه که آقا ما میایم یه ماده جدیدی رو میایم تولید میکنیم، یا اینکه یه ماده‌ای که در واقع از قبل بوده رو میام خواصش رو بهبود میدیم متناسب با یه کاربرد خاصی. این کاربرد خاص رو من قیمت کردم همونطور که میبینید. برای اینکه این کار در واقع، چون هر چقدر که داریم میریم جلوتر، تولید یک ماده جدید خب سخت‌تر میشه. اما اینکه شما اون ماده هایی که داریم رو بتونیم بهتر ازش استفاده کنی، خب مثلا فولاد از چندین صد سال پیش خوب بوده، اما اینکه بیان شما حالا یه کاربرد خاصی رو براش انتخاب کنید و متناسب با اون کاربرد خاص اون خواص رو بدین به اون فولاد، به اون آلیاژ، به اون ماده، این میشه هنر مهندسی مواد. یعنی شما میان با توجه به شناختی که از ماده دارین، یه سری تغییرات، یه سری فرآیندها روی مادهتون انجام میدین که بتونید برسونید به اون کاربرد خاص. متناسب با همین تعریف ما در واقع میرسیم به اینکه آقا این رشته یک رشته در واقع ماهیت بین رشته ای داره.
چرا؟ چون مهندسی مکانیک، مهندسی پزشکی، مهندسی برق، مهندسی کامپیوتر، تمامی اینها میان یک سری خواسته هایی دارن. میان مثلا مهندس مکانیک میاد یک قطعه رو طراحی میکنه متناسب با اون یک سری کاربردهایی رو از اون قطعه میخواد. حالا اینکه چه ماده‌ای رو شما بتونید در اختیارش بذارید که بتونه اون کاربرد خاص رو برای اون مهندس تأمین کنه به عهده شماست. به همین خاطر این بحث بین رشتهش خیلی اهمیت پیدا میکنه، یعنی جدا از اینکه تو خود رشته شما خیلی فضای کار کردن دارید، اینکه میتونید تو تمامی این رشته ها متناسب با علاقتون برید و در واقع اون کاربردهای خاص رو متناسب این ببرید به اون سمت. مثلا اگر مواد رو دوست دارین و کنارش مثلا مکانیک هم دوست دارین، میتونین دوتاشو با هم دیگه داشته باشین، یعنی همچین حالتی که میتونین دوتا چیز با هم دیگه داشته باشین. خب همونطور که گفتم متناسب با همین تعریف هایی که الان با هم دیگه انجام دادیم، همین بحث ماهیت بین رشته ای که انجام دادیم، خب تو دنیا امروز خیلی اهمیت پیدا میکنه. الان اینجوری نیستش که یکی بگه که آقا من فقط مهندس مکانیکم، طراحی میکنم و میرم. این بحث بین رشته ای بودن توی صنعت خیلی اهمیت پیدا میکنه، یعنی شما نمیتونید بگید که من فقط وظیفه خودم انجام میدم و میرم، شما باید بتونید ارتباط برقرار کنید. و چون این رشته یه ماهیت بین رشته ای داره، میتونه که در واقع این کانسپت و این مفهوم رو به صورت خیلی خوبی برقرار کنه. مثلا توی صنایع مختلفی، از صنایع نظامی بگیریم تا صنایع نیروگاهی، صنایع فلزی، تمامی صنایع، بحث های حتی داروسازی، پزشکی، تمامی اینها توی همشون، توی تیم های تحقیقاتی شما برید توی اکثر دانشگاه های برتر دنیا رو بهت نگاه کنید، توی تمامی تیم های تحقیقاتیشون، حالا نمیگم تمامی، حداقل 80% حتما باید یک مهندس مواد توشون باشه، چون بیس موادی قضیه رو حتما باید یک مهندس مواد بتونه دیولپ کنه و ببره جلو. حالا این بحثا رو بذاریم کنار، این رشته به درد چه افرادی در واقع میخوره؟ من بخوام حالا یه چیزی که الان شما تو اون فضای دبیرستان هستیم بخوام یه مقداری شبیه سازی انجام بدم. کسایی که شیمی و فیزیک علاقه بیشتری دارن به نسبت ریاضی، این رشته بیشتر براشون در واقع جذابیت خواهد داشت، به خصوص شیمی. و البته این شیمی که در واقع من میگم اون شیمی نیستش که شما حالا توی دبیرستان به اون صورت خیلی حالا خاص و حفظی و اینجور چیزا داشتین، یه مقدار شیمی کاربردی، یعنی اون قسمت هایی که حالا توی شیمی 3 داشتیم، توی شیمی 2 اگر اشتباه نکنم داشتیم، اون بحث ها بیشتر کاربرد داره تا اینکه حالا یک است و دو است و دو پیش اینا رو بخواین حالا حفظ کنید. این اونقدر اون هم هست، اما به این صورت حفظی که بگیم خیلی بخواین حفظی باشه اونجوری نیست. اما خب ماهیت رشته بیشتر هول و هوش این دوتا در واقع درس هست، شیمی و فیزیک، اما ریاضی هم توش دخیله، یعنی اینجوری نیستش که، چون به هر حال هر جوری که حساب کنی رشته مهندسیه و قطعا توش ریاضی رو قطعا خواهد داشت، اما خب درصدش قطعا خیلی کمتر از فیزیک و شیمی هستش که شما توی این رشته و تو درسش خواهید داشت. اما خب ریاضی رو هم حتما باید اون مقدار کمی حداقل باید علاقه داشته باشید. و بحث دیگه که وجود داره زبان انگلیسی هستش که به نسبت، یعنی نمیتونم با جرئت بگم، به نسبت مابقی رشته ها زبان انگلیسی توی این رشته خیلی حرف، یعنی بالاتری رو میزنه، یعنی ممکنه شما این قسمت های درس های دیگه تو ممکنه ضعیفتر باشه، اما زبان انگلیسی علاقه بیشتری داشته باشین و راحتتر میتونید توی این رشته پیشرفت کنید، چون منابعی که وجود داره متاسفانه، یعنی منابعی بوده که حتی واسه 60-70 سال پیش بوده، ترجمه شده 2 بار 3 بار چندین بار در واقع چاپ شده، اما خب چیز به جالبی در واقع ترجمه نشده، واسه اینکه بتونید تو این رشته در واقع بتونید پیشرفت کنید حتی در دوره لیسانس، چون مابقی رشته و منابعی که در دسترسشون هستش، منابع انگلیسیشون توی ارشد دکترا حالا میرن سمت زبان انگلیسی، اما برای این رشته شما از دوره لیسانس، از اواسط دوره لیسانس نیاز دارید که زبان انگلیسیتون قوی باشه، به همین خاطر حتما باید اینو مد نظرتون قرار بدید.
حالا این بحثی بود که متناسب با فضای دبیرستان بود که حالا متناسب با چند فردیه، اما خب بحث این که چه روحیاتی باید شما به حال داشته باشین که بتونین توی این رشته موفق باشین و متناسب با این رشته بتونین پیشرفت کنین، این هستش که خب همونطور که گفتم فضا فضای شیمی و فیزیک و اینجور چیز هست. متناسب با همین حتما حداقل توی دانشگاه، حالا شاید تو کار اینجوری اونقدر نباشه، اما حتما توی دانشگاه شما فضای فعالیت آزمایشگاهی رو زیاد خواهید داشت. یعنی اینجوری که بخواید با یه سری مواد شیمیایی کار کنید، با یه سری تجهیزات آزمایشگاهی کار کنید، کار آزمایشگاهی، نمونه بگیرید، نمونه رو تست انجام بدید، روش بررسی کنید. یعنی فضای کار بیشتر عملی هستش و آزمایشگاهی. یعنی اصطلاحاً یه در واقع اصطلاحی هست به نام تنجبه. یعنی رشته محسوسی، قابل لمسیه. یعنی اینجوری نیستش که خیلی انتزاعی باشه و اون فضاهای اونجوری. رشته قابل لمسی و افرادی که اون فضای اینکه ببینن یک کاری رو انجام میدن جلوی چشم خودشون، اون محصول رو جلوی چشم خودشون ببینن، اون فضا بیشتر نزدیک به این دوستان هستش. و اینکه خب فضای کارگاهی هم تو این رشته خب مطرحه. یعنی در واقع حالا همونطور که تو اینجا میبینی الان یک کارگاه ریختگری، یا این تصویر سمت راست یک کوره عملیات حرارتی در واقع. خب یعنی شما باید توانایی تحمل صدای بالا، گرمای زیاد و اینجور چیزا. حالا نمیگم اینجوری باشه که اگه شما باید تو این رشته 24 ساعتی 7 روز هفته اینجوری بخواین که تو این محیط کار کنین، اما اینجوریه که شما باید یعنی توانایی تحمل اینجور چیزا هم داشته باشه. همونطور که مثلا میگن تو رشته پزشکی طرف مثلا خون میبینه نباید حالش بد بشه، اینم تقریبا متناسب با همون. یعنی گرمای زیاد، کار یه مقداری دستی، یدی و یه مقداری سخت اینجوری هم داره به هر حال. اما خب میگم کار اینی که شما به عنوان مهندس مواد نمیدید مثلا مثل این دوستانی که تصویر دارن کار رو انجام میدن این کار رو انجام بدیم، ولی به عنوان یک مهندس ناظری که بالا سر اینا داره کار رو انجام میده حتما باید باشید. خب یه سری دروسی که این رشته حالا ارائه میشه که حالا شاید اسمش واسهتون خیلی ناآشنا باشه. حالا به جز در واقع شما اول دانشگاه که وارد میشین یه سری دروس عمومی و پایه و ریاضی فیزیک و اینجور چیزا رو میفهمین حدود یه سال اول و یکی دو سال اول، اما یه سری درسی مهم میتونه این رشته وجود داره که مثلا حالا با علاقه و اینا خب باید اینا رو دنبال کنیم. بلور شناسی یه چیزایی در واقع اون پایه و اساس رشته میشه. این سه تا درسی که در واقع قرمز کردم سه تا درس اصلی هستش. حالا چون خیلی حالا نمیشه خیلی با دیتیل توضیح داد و سعی میکنم حالا ازش بگذرم، اما حدود این درس ها مثلا درس بلور شناسی خیلی نیاز به اون اطلاعات توی هندسه تحلیلیتون داره. یعنی شما باید جهتگیری های فضایی اتم ها رو بتونید با همون بحث هندسه تحلیلی بتونید انجام بدید، یا متالورژی فیزیکی از همین بلور شناسی استفاده میکنه و ربطش میده به خواص مواد. یعنی ممکنه که یه سری اتم ها توی جهتی جهتگیری کرده باشن و همین باعث بشه که خواص مواد تغییر کنه. شما با عنوان مهندس مواد میتونید که جهتگیری رو عوض کنید و خواص تغییر بدید. این خواصی که میگم خواص فیزیکی میشه، یعنی مثلا مثل رسانه‌ای میشه، خواص مکانیکی، سختی، استحکام، خواص نوری، خواص در واقع الکتریسیته، اینجور چیزا، تمامی اینها رو شامل میشن. و حالا یه سری درسای دیگه هم هستش که مربوط به بحث این نانو تکنولوژی و بایوتکنولوژی میشه. حالا اینا رو ما توی بخش اون معرفی کارها و فضای شغلی ما بیشتر بهشون می‌پردازیم. اینکه حالا توی چه دانشگاهی بخواید این رشته رو در واقع انتخاب کنید یا بخواید ادامه تحصیل بدید اگر علاقتون به این سمت این رشته باشه، خب پیشنهاد من این هستش که با توجه به اینکه لول مدرسه شما و لول بچه‌های ما که کلاً لول بالایی هستش به کمتر از این دو تا دانشگاه فکر نکنید. یعنی حالا شاید بشه با اغماز دانشگاه امیر کبیر رو هم قبول کرد، اما به ما بقیه دانشگاه ها برای دوره لیسانس کن فکر نکن. یعنی سعی کنید که و قطعا فکر میکنم که
با رتبه‌هایی که بچه های مدرسه های ما میارن عموماً توی این دو دانشگاه قطعا قبول میشن و سعیتون رو بذارید در این دو دانشگاه. حالا من 0% هم رو توی دانشگاه تهران گذروندم، واقعا راضی بودم، اما خب دانشگاه شریف مزایای خودش رو داره، استفادش رو داره، اما به لحاظ اینکه شما چه بخواید توی ایران بمونیم و کار بکنیم، چه بخواین اپلای بکنیم و بخواین به خارج از کشور ادامه تحصیل بدین، این دو تا دانشگاه واقعا هیچ تفاوتی نداره. یعنی اینو به جرئت میتونم بگم دوستان من تو هر دو تا دانشگاه بودن و خیلی راحت هم دارن کار میکنن، هم دوستانی بودن که خیلی راحت تونستن برن خارج از کشور. خب یکی از دوستان گفتن که چه رتبه‌ای میخواد برای این رشته. حقیقت آخرین رتبه‌ای سال گذشته بوده نمیدونم، اما فکر میکنم یه چیزی که خلوش مثلا بین 1000 تا 1500 رو شما مد نظر قرار بدید. بعد یه سالها سخت‌تر شده بوده، کسی بوده با رتبه 800 نتونسته مثلا دانشگاه تهران قبول بشه، یه سری سالا بوده که با رتبه مثلا 1700-1800 هم قبول شدن، حتی 2000 مربوط خیلی ساده قبول‌تر میشه. اما الان جدیدن با توجه به اینکه مقدار علاقه به سمت این رشته بیشتر شده، با توجه به اینکه حالا چیزهایی که حالا من ادامه بحثم میخوام بگم، یه مقدار رتبه های کمتری دارن قبول میشن، یعنی با رتبه بهتر باید شما این رشته رو خیلی انتخاب کنیم، ولی حدود 1000 تا 1500 قاعدتا میشه که تو این دوتا دانشگاه قبول شد. خب حالا این بحث حوزه‌های فعالیت و فرصت‌های شغلیه، من این تیکر رو اسکیپ می‌کنم چون می‌خوام اینا رو آخر سر صحبت کنم، میام این بحث ادامه تحصیل رو در داخل و خارج از کشور میگم و بعد میام سراغ بحث‌های کاری. توی گرایشه ارشد، اسم گرایشه رو من اینجا براتون نوشتم، شناسایی انتخاب مواد دوشداری خوردگی شکل دادن فلزات استخراجی سرامیک، حالا ممکنه که اسماش یکم براتون در واقع نامحسوس باشه، خیلی ملموس نباشه، اینا رو یه سرچ کنید خودتون خیلی راحت میتونید متوجه در واقع فیلدهایی که توش کار انجام میدن بشین. اما این گرایش اول در واقع گرایش مادر حساب میشه، یعنی کسایی که نمیدونن هنوز تو ارشد میخوان چی کار بکنن معمولا میان تو این گرایش، چون گرایشی هستش که تمامی گرایش های دیگر مجدد تو خودش داره، یه جورایی هم خوبه هم بده. دوستایی که میخوان برن خارج از کشور برای دکتراشون معمولا این گرایش انتخاب میکنه. اما خب چیزایی که توی داخل کشور داره در واقع فضای کاری براشون هست بیشتر، این سه تا گرایش اول هستش. اما من خودم گرایشم شکل دادن فلزات بود. چرا؟ چون دقیقا این فضای مهندسی مکانیک بود، من مهندسی مکانیک رو در کنار مهندسی مواد خیلی دوست داشتم و با توجه به که رتبه‌ام، حالا من اصلا بدون کنکور وارد ارشد دکترام شدم، اما یعنی میتونستم تمامی این گرایش‌ها رو برم، با انتخاب خودم اومدم سمت شکل دادن فلزات با علم به این که ممکنه که شاید فضای کاری مناسبی براش نباشه که الان هست، اما خودم این رو انتخاب کردم چون فضاش فضا نزدیک به در واقع مهندسی مکانیک بود. این بحث خوردگی و حفاظت مواد نزدیک میشه به مهندسی شیمی تا یه حدودی. این فضای جوشکاری که خب فضا خودش رو داره و بسیار گرایش در واقع پر طرفداری هستش و این شناسایی انتخاب مواد هم در واقع تو تمامی این گروه های تحقیقاتی، گروه هایی که در واقع دارن کار انجام میدن، یه بحث به نام material selection، در واقع شما همون بحث که اول گفتیم تمامی رشته ها میان یه کاربردی رو واسه یه رشته معرفی میکنن، متناسب با اون میگن که خب حالا باید چه ماده ای انتخاب بشه. مهندس موادی که داره شناسایی انتخاب مواد میدونه، خواص مواد رو بهش مسلطه، کاربردی که اون طرف مقابلش میخواد رو هم مسلطه، متناسب با این میاد این دفتر رو میذاره کنار هم دیگه و یک ماده ای رو معرفی میکنه برای اون کاربرد خاص. این گرایش ارشد هستش. اما دکترا خب بدون گرایش هستش، یعنی تمامی این گرایشات مجدد، یعنی میره کنار، شما کلا
توی گرایشه که دارین انتخاب کردین مجدد دوباره همه اینا با هم دیگه میشه، چون دکترا میان روی یک فیلد خاصی کار میکنیم، زوم میکنیم و در واقع اون کارتون رو میبرید جلو توی حوزه خیلی خاصی. قطعا مرتبط باید باشه با اون رشته ارشدتون، اما میتونه نامرتبط هم باشه. من جواب این دوستامون حالا آخر سر میگم. این بحثی که حالا نوشتم داخل کشور خارج از کشور، این بحثی هستش که من این پاورپوینت رو شاید لابا یه سری تغییرات دادم توش در پارسال تا الان متاسفانه فرصت نکردم که اون تغییراتی که دلم میخواست رو توش بدم، واسه همین یکی دو سه تا فایل هستش که آخر سر ارائه‌ام جدا از پاورپوینت بهتون نشون میدم، اسکرین هم رو شیر میکنم و بهتون نشون میدم. اما این پاورپوینت رو من فکر میکنم حدود 3-4 سال پیش اگر اشتباه نکنم، اون موقع لیسانس بودم داشتم این پاورپوینت رو درست میکردم. اما خب نوشتم داخل کشور جلوش دفتر زدم، خارج از کشور رو تیک زدم. اون موقع خب فضای کاری که در فضای ذهنی که اون موقع داشتم، حالا شما میان دانشگاه و قطعا فضا رو میبینید، فضا اینجوری هستش که خب تمامی دوستان یعنی میان دانشگاه که بخوان اپلای کنن و برن، یعنی کسی که میتونه میخواد بره. خب هر کسی خب دلایل خودش رو داره، اما یعنی من هم توصیه‌ام این هستش اگر شما فضا براتون فراهم بود این کار رو انجام بدید. اما دکترا داخل کشور اینجوری نیستش که کامل دفتر باشه، یعنی منی که الان دکترا رو خوندم داخل کشور شاید الان دارم به این نتیجه رسیدم که با توجه به علمی که نسبت مثلا به 4 سال پیشم دارم، اینجوری نیستش که بگم کامل 100% داخل کشور نمیشه دکترا خوند. اما قطعاً چیزی که شما خارج از کشور میخونین خیلی بالاتر هستش نسبت به چیزی که داخل کشور میخواین بخونین با توجه به امکانات. اما چیز نشدنی نیست، یعنی شما میتونید به اون لول کسی که توی خارج از کشور داره درسش رو میخونه شما به اون حد برسید. اما همه این بحثا منظور به این هستش که شما بخواید که دکترا ادامه بدین، که این هم بسته به این داره که هدف گذاریتون چیه. و توصیه من اینه که هدف گذاریتون رو باید حداقل واسه دکترها از الان نذارین، چون شرایط تا اون موقع خیلی تغییر میکنه. یعنی تو هر رشته ای که حتی خواستین برین هدف گذاریتون رو از الان نذارین، یه چشم انداز کوتاهی داشته باشین، پله پله برین جلو. بعد نیستش که مثلا بدونین مثلا دوست دارین که بخونین نخونین، میخواین برین خارج از کشور نمیخواین برین خارج از کشور، اما تمامی شرایط رو باید واسه این قضیه در نظر بگیرید. و همین خاطر این بحث دکترا رو ممکنه کسی بگه که من میخوام لیسانس بخونم برم سر کار، یا مثلا ارشد بخونم برم سر کار، یا من میخوام دکترا بخونم اینجا هیئت علمی بشم، دکترا بخونم میخوام خارج از کشور دکترا بخونم و بمونم. این کسی ممکنه که دکترا بخونه و همونجا بمونه، یا بخواد دکترا بخونه یا برگرده. اینا در واقع مسیرهای مختلفی هست که شما باید متناسب با اون هدف گذاریتون، شرایط زندگیتون، اینا رو بخواین انتخاب کنید. خب من این سوالا رو از پایین به بالا میام. گفتن که اگر واقعا برمیگشتین میرفتین، من خب شرایطم در واقع اصلا از دو تا دانشگاه، یکی دانشگاه واترلو کانادا، یکی هم دانشگاه دلفت هلند، در واقع من پذیرش رو گرفتم سال 97 اواخرش، در واقع من پذیرش رو داشتم. اما خب متناسب با یه سری شرایطی که در واقع اون موقع زندگیم داشت و هنوزم داره خب موندم، یعنی یونیسش نمی برگردم اقلا پجرده که اون شرایط قطعا هست. اما خب اگر اون شرایط نبود که بخش بزرگش در واقع یه سری وابستگی خانوادگی اینجور بحث هست، اگر این بحث ها نبود قطعا میرفتم، یعنی این بحثی هستش که قطعا میرفتم. اما خب یه بحثی هست این که بخواییم بریم بمونیم، یعنی که بخوام بریم و برگردیم. من جزء دسته اول بودم، یعنی بخوام برم و اینکه برم و بمونم اینجا، چون کسی که با این زحمت بخواد بره بخواد برگرده دوباره اون فضایی که اینجا داشته رو از دست داده، میره اونجا دوباره فضایی که اونجا واسش فراهم شده دوباره از دست میده، دوباره برمیگرده. در واقع حالا این ایده و نظریه منه، شاید دوستان دیگه نظریه های دیگه داشته باشن متناسب با هدفهای خودشون محترم باشه. اما اینکه خب گفتیم که برگردیم مهندسی مواد میخونیم، بله
خیلی محکمتر میگم بله، چون که من رشته اولی که دوست داشتم مکانیک بود، اما چیزی که الان بهش در واقع مسلطم، سعی کردم حوزه کاریم رو هم، الان دوستی که پرسیده بودم چون توی چه حوزه و گرایشی هستیم، هم با همین تو همین سوال من جواب بدم. سعی کردم که در واقع این فضای کاریم رو ببرم سمت همون مهندسی مکانیکی که علاقه داشتم، اما با علاقه ای که در واقع پایه مواد داشتم، یعنی سعی کردم این دو رشته رو با هم دیگه دخیل کنم. اما اگر من نمی اومدم مهندسی مواد، اون چیزایی که از مهندسی مکانیکم خوشم می اومد، چون دیگه علاقه نداشتم، یعنی قطعا می دونستم اگر می رفتم سراغ رشته مهندسی مکانیک، قطعا انقدر علاقه من نمی شدم به این بحثه که دارم الان روشون کار می کنم. به همین خاطر آره قطعا، یعنی حتی رتبه بهتری هم حتی اگر می آوردم، نمی رفتم سراغ رشته دیگه ای. و اینکه تو چه حوزه گرایشی هم الان هستم، من عادت دوستم اونو جوابش اول بودم که گفته بودن برای افلاک گرایش الان مناسب هستش، این گرایش اولی که من نوشتم خدمتتون و گرایش سوم و گرایش استخراجی، یعنی شناسایی خوردگی و استخراجی الان فضای بهتری داره برای افلاک. رشته استخراجی رو توی استرالیا و کانادا خیلی خوب دارن قبول میکنن، شناسایی همه جا تقریبا خیلی خوب داره کار انجام میشه روشون، خوردگی هم توی کشورهای در واقع اروپای شرقی بیشتر داره راحت تر اپلای میکنن. و این بحث شکل دادن هم متناسب با اون حالا کاری که شما انجام میدین، یه بحثی که وجود داره اینه که شما ممکنه تو همه این گرایشا برین، اما خب روی موضوع خاصی کار بکنین، یا مثلا روی موضوع شبیه سازی مثلا یه سری فرآیندها بخواین کار کنین متناسب با حال این گرایشاتون. بحث اپلای خیلی بحث پیچیده ای داره، یعنی خیلی پارامترهایی توش داره که پارامتر شانس اصلا توش خیلی در واقع درصد بالایی رو داره، این به کنار، اما خیلی جزئیات خاصی داره که مثلا ممکنه شما متناسب گرایش یه چیز دیگه باشه واسه یه استاد دیگه که اصلا توی دانشکده دیگه ای هستش اصلا بخواید اپلای کنید. یه خوبی که در واقع این رشته داره، رشته مهندسی مواد، همونطور که گفتم ماهیت بین رشته ای داشت دیگه، گفتم که تمامی گروه های تحقیقاتی این بحث هستش که مهندس مواد میخوان، و همین خاطر توی تمامی این رشته هایی که گفتم خدمتون، شما دپارتمان مکانیک میتونین اپلای کنین، دپارتمان برق و کامپیوترش رو میتونین اپلای کنین، تو حوزه مثلا سلول خورشیدی و دیوایس های خیلی کوچیک و یه سری نیمه هاری و این بحث ها، توی دپارتمان پزشکیشون میتونید شما اپلای کنید، دپارتمان داروسازی میتونید اپلای کنید، دپارتمان مکانیکی گفتم خدمتتون، و جدا از این مهندسی شیمی، مهندسی خود مواد، این دپارتمان های مختلفی داره دیگه، یعنی دستتون برای اپلای توی این رشته خیلی بازتر از ما بقیه رشته ها. یعنی چون این ماهیت بین‌رشته‌ایش رو داره، شما متناسب با اون فیلدی که قبلا کار کردین یا اینکه علاقه دارین کار بکنید، میتونید تمامی این رشته ها بحث اپلایتون رو جلو ببرید. همین حرفایی که زدم رو میتونین تعمیمش بدین تو فضای کاری، حتی اگه بخواین داخل بمونید، چون بحث بین‌رشته‌ای تو فضای کاری که الان ما داریم خیلی در واقع اهمیت بالایی داره، چون در واقع کسی که مثلا شما رو بخواد اینجا استخدام کنه، ترجیح میده که شما یه نفر رو استخدام کنه چندین چیز رو مثلا بتونه هندل کنه، و اینکه شما بتونید به چندین حوزه مسلط بشین متناسب با اون فضای کاری که شما انجام بدین، خب میتونه خیلی کمک کنه تو بحث کاری. اینکه من الان تو چه حوزه ای و گرایشی هستم، من الان در واقع کارم توی حوزه خودروسازی هستش، حالا الان با صرف این یکی دوتا پروژه که حالا توی دستمونم هستش من خدمتتون میگم، اما توی خیلی از این حوزه که الان میخوام معرفی کنم کار کردم، این تجربهش رو داشتم متناسب با اون هدفی که اون موقع داشتم، متناسب با شرایطی که اون زمان داشتم، میتونم که در واقع کار کردم تمام این قسمت. نکات منفی رو هم چشم الان خدمتتون میگم توی بحث در وارد حوزه شغلی بشیم، چشم خدمتتون الان عرض کنم. صنایع حوزه هایی که در واقع
توی فعالیت داره میشه انجام داد در واقع توی این رشته، من اینجا براتون نوشتم صنایع دفاعی و هوافضا و اینجور بحثا هسته، صنایع نفت و پالایش نیروگاهی، صنایع خودروسازی، پولادسازی و حالا یه سری شرکت های دانش بنیان که بیشتر بحث حالا میتونن واردات قطعات آلیاژ مهندسی رو انجام بدن، بحث آنالیز مواد طراحی، بحث نانوفناوری هستش. یعنی که نه، شما به عنوان یک مهندس ناظر میتونیم بریم و بحث بازرسی فنی، بحث کیفی قضیه رو انجام بدیم، چون یک بحث خیلی مهمی که تمامی کارخونه ها وجود داره این هستش که شما یک مهندس در واقع بخش کنترل کیفیت دارین، تضمین کیفیت و کنترل کیفیت. اینها عموما مهندسین مواد هستن که میتونن تضمین و کنترل کیفیت رو انجام بدن، چون در مطلب ورودی تمامی کارخونه ها اون مواد اولیه که وارد میشه نیاز به کنترل داره. این کنترل مواد اولیه در واقع با یک مهندس مواد هستش. اما یه بحثی رو من الان خدمتتون بگم، این رشته تقریبا تو میگم تو رشته های مهندسی با توجه به اطلاعاتی که من از سایر دوستان گرفتم، به جز رشته در واقع مهندسی کامپیوتر و حالا آی تی و اینا که تو همون حوزه هستن و مهندسی صنایع، مابقی رشته ها که رشته مهندسی مواد هم شامل اون میشه، اینجوری نیست که شما بتونین کار نسبتا خوبی بعد از دوره لیسانستون داشته باشین. یعنی اینجوری نیست که کنین که مثلا شما لیسانستون رو گرفتین کار خیلی خوبی میتونید پیدا کنید. رشته مهندسی کامپیوتر و اون پیرامونش و مهندسی صنایع عموما بعد از دوره لیسانسشون شرایط کارشون خب خیلی بهتره، اما رشته مهندسی مواد عموما این فضای کاری بعد از دوره ارشد یعنی به وجود میاد براشون، و اینکه میاد اینو حتما مد نظرتون قرار بدین. یعنی اگه دنبال این هستین که فقط لیسانس بخونید و بعدش به این طرف کار، خیلی قطعا کار پیدا میشه واسه اون، اما اون کاری که متناسب یه شخصیت آدمی که مثلا مهندس باشه قطعا اومدنی. خب دوستی پرسیدن که مقدار درآمد، اینو من خواستم حالا جلوتر بگم، حالا چون پرسیدن قبل از اینکه دونه دونه وارد این فضاها بشیم، چون بحث درآمد دو تا چیز، اول اینکه خب وارد کدوم از این حوزه‌هایی که من اینجا نوشتم بشیم، و دوم اینکه درآمد مطلوب رو چی تعریف کنم. حالا من میخوام به صورت خیلی میانگین و به صورت حالا اوریج بگم که چقدر مثلا درآمد تو همین حال حاضری که الان هستیم میتونه داشته باشه این مهندس مواد. اگر که واقعا الان نمیدونم واقعا پای چقدر فکر کنم باشه 4.5 تومن اگر باشه، مهندس مواد شما یعنی ارشدتون رو گرفته باشین بخواین ورود کنین به قضیه، حالا اون اوایل ممکنه که یه مقداری تا 3-4 ماهی یه مقدار بالا پایین داشته باشه، اما میتونم بگم که حداقل بعد از یک سال، چون تا یک سال خب کارفرما خیلی اذیت میکنن، شرایط داخلی دارم میگم دیگه، چون شرایط خارجی خیلی میتونم بگم که نسبت به مابقی رشته خیلی بس درآمدش بالاتر، اما داخل برای این رشته یه چیزی بین اوریج دارم میگم دیگه، یه چیزی بین 9 تا 10 11 تومن میتونید پس این رشته متصور بشین، یعنی ارشدتون رو بخونین و یک سال بعد شما میتونید این حقوق رو داشته باشین. یعنی کسی یک سال پیش ارشدش رو گرفته باشه و الان یک سال داشته باشه، یه چیزی حدود الان به صورت میانگین 8-9-10-11 حالا متناسب با کاری که داره انجام میده میتونه دریافتی در واقع داشته باشه، و اگه در واقع به صورت ثابت بخواد یه جایی کار کنه، یعنی متناسب این تمام وقت بخواد اونجا کار کنه، میتونه در کنارش یه سری کارهای پار وقت و پروژه‌ای هم انجام بده، این حقوقش رو ببره بالا. اما خب تو میانگین همون 10 رو میتونه شما در نظر بگیریم، حالا اینکه خوبه یا نه بستگی به معیار اون تعریف هر کسی داره. و اینکه یه دوستی پرسیدن خودروسازی از صنایع مکانیک بهتره برای ورودش مهندسی مواد، ببین من الان توی شرکت در واقع کماموتور دارم کار میکنم،
خب تو رشته در واقع شرکت ما هم مهندس برق هست، مکانیک هست، صنایع هست و مواد. متناسب با اون فیلد و پروژه‌ای که داره تعریف میشه تو اون حوزه، قطعا تمامی رشته ها نیاز داره بهشون. یعنی اینجوری نیستش که بگیم خودروسازی فقط مکانیک، خودروسازی فقط صنایع. قطعا اون کسی که توی این حوزه داره کار انجام میده، یعنی متناسب با اون پروژه‌ای که دستشه، قطعا تمامی این رشته ها نیاز بهشون. حالا من یه سری چیزها رو میخوام آخر سر بهتون نشون بدم. حالا یه سری پروژه‌ای که حالا الان دستمونه، یه سری پروژه‌ای که در واقع مربوط به دانشگاه میشه، اینا رو آخر سر بهتون نشون میدم. اما میگم تمامی رشته ها بهشون نیاز. اینجوری نیستش که بگیم فقط مهندس مکانیک. اتفاقا مهندس مواد یه جاهایی پروژه گیر میکنه که فقط مهندس مواد میتونه اون قسمت رو حل کنه. متناسب با اون، خب مهندس مواد یه ماده‌ای رو در واقع معرفی میکنه، مهندس مکانیک مشکل دیگه رو حل میکنه. یعنی بحث تیمی، حالا چند سال پیش ها بجرد، مثلا 10 سال پیش خیلی این بحث تیمی مثلا نبود. اون مهندس مکانیک باید هم بحث برق قضیه رو میبرد جلو، بحث مواد قضیه رو میبرد جلو، اما الان اینجوری نیست، کامل باید به صورت تیمی بره جلو. من سوالات دوستان اگر اجازه بدین دیگه من آخر سرش جواب بدم که این از تایممون نمونیم، و اینکه من این معرفی ها رو برم جلو، این فضای شغلی که وجود داره رو، بعد آخر سر با سوالی بود دونه دونه میام توضیح میدم. اولین حوزه که وجود داره و تو کشور ما خیلی بحثش داغه و راحت تر از ما بقیه قسمت شما میتونید واردش بشید، اما محدودیت‌های خودش رو داره و در واقع اولین تجربیات من هم تو حوزه کاری تو همین حوزه بوده، توی حوزه صنایع دفاع و هواپیما بوده. خب کشورمون این حالتی داره که حالا خوشبختانه یا متاسفانه این بحث توش خیلی داغه، و اینکه شما تو حوزه‌های موشکی، پهپادی، بحث سلاح، بحثای حتی همینجوری که مثلا تصویرش رو می‌بینیم، یه سری بحثای دانشی که اینجا می‌بینیم، عموما مهندس مواد خیلی میتونه که این پروژه ها کمک کنه. این فیلد با توجه به فضایی که داره، یه خوبی که داره اینه که محدودیت منابع مالی واسه تعریف نشده است. به همین خاطر اون 10 تومن رو شما میتونید زبدر 2ش بکنید، زبدر 1.5ش بکنید، زبدر 3ش بکنید، متناسب با اون تجربه و اون چیزی که در واقع میتونید آورده داشته باشید واسه اون مجموعه، میتونید این فضا رو در واقع متصور باشید. اما میگم کنارش یه سری محدودیت هایی داره که به خاطر همون محدودیت ها مثلا ممکنه شاید واسه اول کار خوب نباشه. کسی که مثلا بخواد بره خارج از کشور قطعا نباید بره این سمت اینجور حوزه ها، اما نه کسی میخواد بمونه مشکلی با این محدودیت ها نداره، میتونه وارد این حوزه بشه و واقعا خیلی بالاتر از مبقی حوزه ها هم میتونه درآمد داشته باشه. بحث دیگه بحث صنایع نفت و نیروگاهی هستش. در واقع تجربه دوم من بوده توی حوزه تاریخ بحث نیروگاهی، که من یه دوره کوتاهی توی مفرا بودم، اون بحثا رو میتونیم توی این حوزه ها دنبال کنیم. بحثای همین چیزی که مثلا الان توی تصویر داریم میبینیم، بحث اینکه این چه موادی استفاده بشه متناسب با اون که چه ماده‌ای داره داخل این لوله ها داره حرکت میکنه، یا بحث این که این سازه داره توی دریا قرار میگیره متناسب با شرایطی که بسش فراهمه، خوردگی که ممکنه این پایه‌های فلزی براش باشه، چیکار کنن که این خوردگی رو جلوگیری کنن، چند وقت یک بار بتونن عمر در واقع این دوزا رو افزایش بدن. یه سری بحثای اینجوری داره توی همون بحث انتخاب مواد، بحث این که بتونن ماده مناسبی رو انتخاب کنن که عمر بالاتری داشته باشه، بهره‌وری بالاتری داشته باشه. تو تمامی اینها، تمامی این دو بحث مسئله سلکشن و انتخاب مواد حرف اول رو میزنه، و قطعا این حوزه ها هم بعد از اون بحث قبلی که ما اینجا داشتیم، صنایع دفاع و هوافضا، میتونه خب متناسب با اون حقوق خوبی هم داشته باشه. اما خب میگم اسمش نفت و نیروگاهی، اما به حقوق اسلاید قبلی نمیرسه. اما خب اگر میتونه شرکت خصوصی باشه که
درآمد خوبی داشته باشه، میتونه قسمت دولتی هم باشه که میتونه اونجا هم فعالیت های خودش رو انجام بده. به همین خاطر این حوزه هم به عنوان یه حوزه‌ای که فضای کاری توش مطرح هستش میشه معرفی کرد. بحث دیگه، حالا من این قسمت نیروگاهی رو صورت خیلی مجزا، چیزی که الان در کشورمون خیلی باهاش درگیر، بحث برقه و این حوزه رو الان مفهوم به صورت خیلی اختصاصی و منحصر به فرد داره روش کار میکنه. این چیزی که از تصویر دارید میبینین، الان اینا در واقع توربین های زمینی هستن که توربین کننده برق هستن. از یک سمتی هوا فشرده میشه، داخل محفظه ها یه احترافی انجام میشه، در اثر اون احتراق اون پره ها به حرکت در میاد و تبدیل به برق میشه. بحثی که الان ما داشتیم یه سری قطعی برق داشتیم، خیلی دوستان اینو رفتش دادن به بحث ماینر ها و این استخراج رمزارز و اینجور حرفا. اما با جرات میتونم بگم با اطلاعاتی که داشتم و دارم، یک سومش مربوط به اون بحث استخراج ارز و ماینر ها میشه. بحث اصلی برمیگرده به اون مدیریت نادرستی که در واقع توی پاییز زمستون پارسال داشتن دوستان. حالا شاید درست نباشه گفتنش، اما این توربین ها نیاز به یک سوختی داره. این سوخت میتونه هم گاز باشه هم مایع. وقتی شما به جای سوخت گازی میای از سوخت مایع مثل مازوت استفاده میکنین، شرایطی که توی اینجا، شرایط احتراقی که توی این محفظه هستش تغییر میکنه و بحث خوردگی که برای این پرده ها به وجود میاد خیلی بالاتر میره. این توربین ها یه بحث اوورهال دارن، یعنی یه دوره اوورهال دارن، یعنی بعد از یک مدتی اینا باید از مدار خارج بشه، یه دسته تعمیرات بشه انجام بشه و مجدد بیاد توی مدار. چون پارسال توی پاییز و در واقع زمستون از مازوت استفاده شد، دوره اوورهال اینا به صورت عمومی و در واقع چیزی که برنامه ریزی شده بوده از قبل برای استفاده از سوختای گازی، دوره اوورهال اینا باید میافتاد توی در واقع آخر تابستون، اما چون اومدن از سوخته مایع استفاده کردن، دوره اوورهال اینا زودتر شد و افتاد اوایل تابستون و این محصه قطعی برای که ما داشتیم بیشترش مربوط به همین داستان میشد. یعنی اوورهال اینا افتاده بود اینجا، اینا واسه اینکه کل توربین از بین نره مجبور بودن که این اوورهال رو انجام بدن، از مدار خارج کنن و ما این قطعی برقی زیاد رو داشتیم. حالا از این بحث خارج بشیم، بحث نیروگاهی و مجموعه مفتاح که همینجور روز به روز داره میده جلو و گسترده‌تر میشه، یکی از حوزه‌هایی هستش که خب خیلی فضای کاری خوبی داره و اون بحث درآمدیش رو هم با همون اوریجی که گفتم میتونید حساب کنید. بحث دیگه بحث خودروسازی هستش که حالا من به صورت غیر مستقیم از قبل و حالا مستقیم از یعنی در واقع الان باهاش درگیرم. بحث دیگه ای هستش که با حالا خودروسازی خیلی جالب نیست، اما بحث درآمدی از اون قسمت نیروگاهی خیلی بالاتره. یعنی کیفیت خیلی جالبی نداره محصولات، با این که دانشش هست، تمام موادش هست، اما خب یه سری بحث مدیریتی هستش، نمیرسه به اینکه کیفیت خوبی توی خروجی باشه. اما خب حالا این بحثا رو بذاریم کنار، خودروسازی بحث و فیلد خیلی یعنی مرتبط بهش موادی محسوب میشه و اینکه شما میتونید تو این حوزه فعالیت داشته باشین، تو بحث کنترل کیفیت، تو بحث خرید مواد اولیه و بحثایی که حالا شما میتونید اصلا به صورت مستقیم توی قطعه سازی های خودروسازی ها کار کنید. یعنی چون عموما مثلا شرکت ایران خودرو، شرکت کیان خودرو، سایپا، اینا خودشون مثلا نمیان قطعه رو کامل خودشون تولید کنن، یک سری قطعه ساز هستن، اینا میان با اونا قرارداد میبندن، قطعه رو از اونا میخرن و شما میتونید مثلا ببینید تو قسمت دوم، یعنی اصطلاحا یک سری بحثای تو اقتصاد مطرح میشه، یک سری کارگاهی اصطلاحا بی تو بی بهشون میگن، یک سری دیگه اصطلاحات دیگه به کار میره. شما میتونید برید تو بحث این که شما قطعه ساز باشین و بیاین این قطعه سازا به خود رو ساز قطعتون رو بفروشین. میتونید اصلا یه قطعه سازی جدا واسه خودتون کارگاهی تولید کنین و قطعه های مختلفی نیاز این
خودروسازی ها هستش رو انجام بدیم و قطعا درآمدهای خیلی خوبی هم داره و چیزی که یعنی الان من باش توش هستم تو این حوزه است. بحث دیگه حالا پولادسازی هستش، خیلی قدیم بوده، خیلی محدود هستش الان، اما خب این حوزه خیلی قدیمی یک نوا خیلی معاوری خاصی توش نداره و اینکه مربوط عموما هم مربوط یعنی داخل کشور میشه، یعنی اون موارد که الان گفتم فضای کاری توی خارج از کشور هم براشون فراهم بود، اما این بحث پولادسازی رو عموما کشورهای جهان سوم دارن ادامه میدن با توجه به اینکه آلودگی ریسمانی که بالایی داره، بحث استفاده از آب و مواد اولیه که استفاده میکنه خیلی بحث بالایی رو داره، همین خاطر الان کشورهای جهان سوم فقط دارن این حوزه ها کار میکنن. یه بحث دیگه هستش که ما فناوری‌های نو، حالا می‌بینیم فضاهای مختلفی که من تحت عنوان فناوری‌های نو آوردم براتون که از بحث‌های پزشکی میشه، یعنی اینجا مثلا یه نخ تخلیه‌ای رو می‌بینیم که خودترمیمه، یعنی توی صورت جذب میشه ایمپلنت‌های پزشکی، بحث چاپگرهای سه‌بعدی که در واقع حالا این در واقع پرینت سه‌بعدی می‌تونه حوزه‌های مختلفی داشته باشه. این دوستان پرسیدن که نظر نوآوری و در مرز بودن این رشته چطوره، هم تو بحث پژوهشی و هم تو بحث صنعت و فضای شغلیش کاملا تو مرز علم و دانش، یعنی اینجوری بگم الان فضایی که من الان توی بحث دکتران دارم و روش دارم کار میکنم اینجوری هستش که الان من دارم این مقاله رو مینویسم، بحث ریویو، در واقع ریویو به این حالت هستش که کارهایی که قبلی ها رو کردن شما میبینید خلاصه ای رو ازش جمع میکنیم و نظر خودتون رو به عنوان کسی که اون حوزه متخصص رو اعمال میکنیم، میگیم این خوبی ها، این بدی ها، این خاصی ها رو داشته. تو این حوزه‌ای که مثلا من دارم کار میکنم تو بحث دکترام، بحث پرینت سه‌بعدی فلزات، حالا اینکه پرینت سه‌بعدی بحثای زیستی هستش، ما پرینت سه‌بعدی پلیمرها رو مثلا اینجا داریم میبینیم، پرینت سه‌بعدی فلزات رو هم داریم، تا الان یه فیلمی براتون نشون میدم تو ادامه. اما بحثی که وجود داره اینه که کاملا تو مرز علم و دانش این قضیه و اینکه این حوزه ها توی داخل کشور میتونه یکی رو دولب است، میتونه اگه شما بتونید خیلی خوب بحث رو جلو ببرین، میتونید وارد فضای استارتاپی بشین و کارتون رو جلو ببرین، اما خب خیلی به لحاظ اون بحث درآمدی شاید هنوز اون هاشو خیلی محکم نکرده توی داخل کشور، اما خارج کشور کاملا به این سمت رفته، یعنی هم شما که شرکت های مختلف فنی مهندسی رو برید سایتشون رو نگاه کنید، چه دانشگاه ها رو برید نگاه کنید، بحث ادوانس متریال و ادیتیو مانیفکتورینگ، ساخت افزایش، این میشه در واقع همون پرینت سه‌بعدی، الان داره حرف اول رو میزنه. چرا؟ چون از سال 2000 خود آمریکا اومد یه در واقع تخصیص بودجه رو انجام داد، یه بودجه خیلی بالایی رو تو همین بحث ادیتیو مانیفکتورینگ، ساخت افزایشی، حالا چیزی که سادهش رو دارید میبینید بحث پرینت سه‌بعدی، حالا این پلیمریه، من فلزیش حالا فیلمش رو خدمتتون نشون میدم، تو این حوزه فلزی مخصوصا این رو اومدن روش کار کردن و دارن هنوز کار میکنن، خیلی فضای هزینه بریه اما آیندهش خیلی روشن، یعنی اینجوری که شاید 10 سال دیگه خیلی بیشتر از این بحث پرینت سه‌بعدی فلزات بشنویم، حداقل داخل نه ولی خارج خیلی بیشتر میشنویم. اما خب بحث‌های دیگه مثل سلولای خورشیدی، دیوایس‌های الکترونیکی، بحث‌های تزئینی، بحث‌های حتی زیست‌محیطی، مثلا حالا من به عنوان مثال آوردم فیلتر، اینا تمامیش رو میتونید مهندس مواد به عنوان یک کسی که بخواد یه کاری رو خودش شروع کنه و کار خودش رو داشته باشه میتونه تو این حوزه ها وارد بشه، اما خب اون بحث درآمدیش خب مثل یه کار آزاد میمونه، یعنی شما درآمد ثابتی ندارین اما خب بستگی خودتون داره. بحث اخلا این تیکه شکل جا مونده، من این تیکه رو بگم برگردم، خیلی نکته خاصی نداره. تو اون بحث اخلا که داشتیم چیزایی که مهمه تو دوره لیسانس
سعی کنید اگر میخواید اپلای کنید دوره لیسانستون تمام شد اپلای کنید، این نمونه واسه ارشد کنید بخواید مثل دکتر اقدام کنید. چیزی که از اول دارم اینا رو میگم که مد نظرتون قرار بدین، اینکه معدلتون رو بالا نگه دارین، زبانتون رو قوی کنید و این اگر بتونید حداقل یه دونه مقاله بدین تو دوره لیسانستون خیلی عالیه، اما اونا از شما انتظار مقاله رو ندارن واسه دوره لیسانس. به همین خاطر شما معدل و زبانتون رو بالا نگه دارین که بتونید شانس در واقع افرادتون رو بالا نگه داشته باشید. خب این بحث کاری ما تموم شد، بحث معرفی ها. من یه دقیقه اسکرینم رو سعی میکنم شیر کنم. من یه ویدیویی رو الان براتون پیدا میکنم، این رو ببینی. این ویدیویی که دیدیم در واقع بحث همون پرینت سبودی بود که خدمتتون گفتم. این صفحه که در واقع داشتیم می‌دیدیم یه صفحه پودر بود که لیزر میومد روش، در واقع اون ذوب پودر رو انجام میداد و لایه لایه اون قطعه‌ای رو که می‌خواستیم میومد میساخت. حالا ما اینو چجوری داشتیم در واقع، یعنی این بحث چیزی هستش که من خودم انجام دادم، یعنی فیلمش رو خودم گرفتم، دستکش در واقع حالا داخل ایران نیست، فیلمش رو خودم گرفتم، مربوط به اون پروژه دکترا میشه، مربوط به همین جنس آلیاژ که استفاده شده بود، آلیاژ سوپر آلیاژ 718 هستش. حالا اگه خواستیم میتونید سرچ کنید. بحثی که وجود داره اینه که شما به این بحث همون فکر یه حالت بین رشته، یعنی شما نمیتونین کامل به اینکه فقط من میخوام حوزه موادی قضیه رو ببرم جلو، همین بحث عرفی دوانی پکچنین پرینت سه بودی توش رشته های برق و مکانیک هم دخیل هم. حالا ما اینو چجوری اومدیم ساختیم؟ اصلا کلا این بحث پرینت سه بودی من میخوام یکم دقیق تر بگم. حالا ما اینجا چرا نمیتونم کل اسکرین دیدم رو شیر کنم؟ من این فضای کتی هم رو براتون شیر میکنم، شیر میکنم ببینید الان این نمستار کتی رو. ما اینجا میام یه سری قطعه رو طراحی میکنیم، حالا یه سری قطعه ساده است. شما مثلا میتونین قطعه های مثلا تیستری رو انجام بدید. الان همین قطعه قبلی که الان دیدیم، من این قطعه رو اینجا طراحی کردم، دادم اون دستگاه و سمچاق کرد و در واقع نتیجه شد این چیزی که الان بکنم بری میبینیم، این قطعه هستش که با همون چاپتر چاپ شد، یا این قطعه ای که اینجا داریم میبینیم این قطعه هستش که در واقع حالا یه سری نمونه های تستی هستش. اما میخوام بهتون بگم که این بحث چاپگرها یه بحث بروزی هستش، حالا صرفا دارم اینو میگم که به عنوان یکی از فیلدهایی که خیلی بروز هستش تو این زمین، تو این رشته میتونید روش کار کنید. اگر وارد این رشته شدین یا حالا اصلا نه یه آشنایی داشته باشین فقط بدونید، یا اصلا یه بحث دیگه، حالا خوب شد من این نرم‌افزار رو آوردم براتون، این هستش که شما تا حالا هر رشته ای وارد بشید به خصوص رشته مواد، شما باید یه سری نرم افزارا کنار درستون خودتون برید دنبالش و یاد بگیرید، یعنی جونس دانشگاه بهتون یاد بده، قطعا باید برید خودتون یاد بگیرید. مثلا اینو ببینید، اینو مثلا یه حالا طراحی خیلی اولیه هستش واسه یک سری آنالیز های اولیه، سری شبیه سازی های اولیه که حالا داخل خود ماشین داره انجام میشه. یه میلنگ هست، شاتون و پیستون و اینها، شما باید حتما بتونید مسلط باشید همچین چیزایی رو طراحی بکنید. نمیگم اما اول بسم الله باید این چیزا رو بلد باشین،
اما مثلا همونطور که میبینیم باید همچین توانایی رو داشته باشین آخر لیسانستون حداقل بتونید همچین مرتباتی رو بتونید طراحی کنید که بتونید متناسب با اون کاری که میخواین رو بگیم دنبالش و بتونید اون کاری که دلخواهتون هست رو انتخاب کنید و تمامی کارها حتما نیازمند تسلط شما به این عناصر هست. حالا من اینو به صورت خیلی خلاصه آوردم. بحث دیگه که هست مثلا شما میبینید این مثلا این بحث خیلی سمت مکانیک خیلی میره، یعنی باید شما به این بحث هم مسلط باشید، یعنی که مثلا شما اگه وارد این حوزه ها میشین باید بحثای نقشه کشی و اینجور چیزاتون هم خوب باشه. یه سری بحثایی هست، حالا من سعی میکنم برگردم توی اینجا و اینکه یه چیز دیگر رو براتون بخوام بخونم. این بحث هستش، گفتم مثلا باید توی بحث های نقشه کشی و اینجور چیزا بتونین مسلط باشین دیگه. بحثی هستش که توی گروه مفتا مثلا من خودم رفتم یه دوره ای راهی دوره کوتاهی رو تدریس کردم، بحث کلیبانس های عبادی هندسی، بحث مربوط به نقشه کشی میشه. خلاصه حرفم اینه که شما باید مثلا مسلط باشین به تمامی این حوزه ها، این جنس که فکر کنید درستون رو میکنین و میتونید متناسب با اون کار پیدا کنید. باید خودتون رو آماده خیلی چیزهای یعنی در کنار کارتون متناسب با اون هدفی که دارین خودتون رو آماده کنید. یعنی تمام چیزی که دانشگاه داره بهتون درس میده کامل نیست که 100% بتونید با اون در واقع کار پیدا کنید. و این بحثه ایسه مشترکی بین مکانیک و صنایع و مواد میشه در واقع. و همونطور که مثلا میبینیم اینجا میبینیم مثلا یه در واقع یه سری بحثه ای که بحثه نقشه کشی مطرح میشه، وضعیت مثلا ماکسیموم مواد مینیموم، این همش مرتبط به رشته مواد. یعنی کسی بگه مثلا نقشه کشی دارم میکنم واسه یه قطعه صنعتی، بحثه موادش رو میزنم کنار، این قطعا دانش اون کسی که این حرف رو میزنه خیلی پایینه. و همین خاطر میخوام بگم که اینا رو مد نظر خودتون قرار داده باشه. و اینکه مطلب دیگه ای هم فکر نمی کنم مونده باشه، حالا اگر که سوالی باشه من در خدمتتون هستم. ممنونم، شما خسته نباشید، سلامت باشید. سلامت باشید، خواهش می‌کنم. سلامت باشین، خواهش میکنم. مثلا با اجازهتون دیگه کلاس رو در واقع